درود به همه دوستان، وقتتون خوش. عزیزانی که برنامه رستاخیز سیمرغ رو دنبال میکنن میدونن که ما اولی رستاخیز سیمرغ اولین و تنها مجموعه در اپوزیسیون بود که اومد پرده از فریب بزرگی که سال 57 به ملت ایران تحمیل شد برداشتن، و اون فریب اون دوتا شعاری بود که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلی که روح الله خمینی و بعدش علی خامنه‌ای و اراذل اوباش دوروبرش تبلیغش رو میکردن. ما اومدیم و گفتیم این یک فریب بزرگی است برای انحراف افکار عمومی و مردم ایران از داستان اصلی که پشت پرده است. در حقیقت رستاخیز سیمرغ اینو اومد بارها و بارها برای اولین بار اعلام کرد که جمهوری اسلامی و اسرائیل و انگلستان و دیگر کشورها دستشون توی یک کاسه است و جمهوری اسلامی نماینده مافیاهای مختلف در ایران برای غارت کشور ایران و دست همه مهمتر برای تثبیت کشور اسرائیل در منطقه بودن. یادتون نره در 43 سال پیش اسرائیل یک کشور تازه تأسیس در بین کشورهای دوروبرش که عرب‌ها بودن، یعنی کشورهای دشمن، و اسرائیل کوچولو اون وسط دور تا دورش دشمن بود، و جمهوری اسلامی اومد که از منابع ملت ایران، از ذخایر ارضی ایران و از آب و خاک ایران استفاده کرد که اسرائیل تثبیت بشه و شد. و دیدید آخرین حرکتی هم که باید انجام میدادن مربوط شد به طرح ابراهیم و اون مسائل دیگه، و امروز همه اون کشورهای حاشیه اسرائیل یا دور تا دور اسرائیل و منطقه با اسرائیل دوستن و با ملت ایران متاسفانه به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی دشمنی دارن. ما اینو بارها بارها در رستاخیز سیمرغ عنوان کردیم. امروز محمود احمدی نژادی که خودش رئیس جمهور رژیم جمهوری انگلستان آخوندی است، محمود احمدی نژادی که خودش آنوسی است، محمود احمدی نژادی که خودش توی پینپونگ های سیاسی که اسرائیل و ایران بارها و بارها به همدیگه پاس دادن و به داد هم رسیدن، محمود احمدی نژاد یکی از بازیگران قهارش بود. یادتون میاد توی اون سخنرانی که توی سازمان ملل انجام داد و اون اتفاقاتی که بعدش رقم زد. و این محمود احمدی نژاد امروز اومده و رسما اعلام کرد که ایران داره توسط اسرائیل اداره میشه، یعنی جمهوری اسلامی داره توسط اسرائیل اداره میشه. محمود احمدی‌نژاد که الان ویدیوشو در ادامه میبینید رسما اعلام میکنه، میگه بالاترین مقام امنیتی در وزارت اطلاعات که قرار بود مواظب یا جاسوس‌های اسرائیلی رو زیر نظر داشته باشه، خودش جاسوس اسرائیل بود. ببینید جاسوس اسرائیل نبوده و اسرائیل موساد هیچ قدرتی که بخواد نفوذ کنه نداره. نه، اونهایی که در بدنه جمهوری اسلامی هستن اونها خودشون مهره‌های اسرائیل هستن و این کارهای اطلاعات امنیتی که با هم دیگه انجام میدن عملیات آنچنانی در کار نیست. خیلی به قول معروف دستوری دستور میدن و اونا انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی ایران که جمهوری اسلامی الان درش حاکم هست توسط اسرائیل داره اداره میشه. یعنی از شخص علی خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای و دار و دستش بگیرید تا بیاد پایین، تمام اینها مدیریت شده در اختیار اسرائیل هستن. بریم صحبت محمود احمدی‌نژاد و قسمت اولشو ببینیم، برگردیم. خیلی با دوستان کار دارم، سعی میکنم خیلی کوتاه این ویدیو رو جمعش کنم. لطفاً همینجا باشید، صحبت احمدی‌نژاد گوش کنید، برمیگردیم. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد؟ چه دیگه خبرش اعلام شد؟ این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. دیدید دوستان، محمود احمدی نژاد رسما اعلام کرد بالاترین فردی که در سیستم امنیتی است، صحبتش رو شنیدید. ببینید اتفاقی نیست. یعنی شما وقتی بخوای یکی از تخصص‌هایی که اسرائیل خیلی روش مانور میده و امکاناتی که خیلی روش مانور میده بحث اطلاعات امنیت یا همون موسادشه، و اینو ما قبلا هم گفتیم یکی از دلایل اصلی اون انقلاب در ایران یا خیانت به پادشاه ایران توسط اتفاقا موساد انجام شد و اسنادش هم ما قبلا توی برنامه‌مون ارائه دادیم. اما اینی که محمود احمدی‌نژاد داره دوستان صحبتشو میکنه، وقتی یک مقام امنیتی در اون سطح میشه مهره اسرائیل، شما بالادستی‌های اینم خود احمدی‌نژاد داره توی لفافه میگه که خودش هم جزو همین آنوسیاست داره میگه، و این شبکه‌ای که اطلاعات و امنیت کشور ایران رو متأسفانه در اختیار داره، شبکه وابسته به اسرائیل که در رأسش علی خامنه‌ای و
بقیه مسائلش. اما قسمت دیگه‌ای که محمود احمدی نژاد اومد و امروز مطرح کرد بسیار 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 مهمه دوستان، هموطنان ایرانیان، به این قسمت لطفا توجه کنید. ما سال هاست که در رستاخیز سیمرغ عنوان کردیم، اسناد ارائه دادیم که مافیای جهانی دنبال تجزیه ایران و دنبال نابودی ایرانه. یعنی گام اول انقلاب 57 بود، گام دومشون جمهوری فدرال یا جمهوری ایرانی یا جمهوری دموکرات یا هر کوفت و زهرمار دیگه به اسم جمهوری که در نتیجهش بشه تجزیه ایران، جنگ داخلی و نابودی کشور ایران. جمهوری اسلامی توی اون 43 سال تو برنامه قبلی رستاخیز توضیح دادیم تمام زیرساختا رو آماده کرده، نارضایتی‌های محلی، قومی، بین اقوام ایرانی و منطقه‌ای رو همه رو انجام داده برای یک حرکتی که در ادامه بهش خواهیم رسید. اما محمود احمدی نژاد رسما اعلام میکنه و میگه اون جریانی که امروز قدرت دستشه، یعنی مشتبه خامنه‌ای و دار و دسته خامنه‌ای و حتی اصلاح طلبانی که ما قبلا توی برنامه‌مون توضیح دادیم دو شاخه هستن که این دو شاخه جفتشون دنبال تجزیه ایرانن، متو یکی تجزیه نرم یکی تجزیه سخت. و محمود احمدی نژاد هم داره میگه مأموریت پایانی اینها که الان ویدیوشو میذارم، میگه مأموریت پایانی اینها فروپاشی ایران و برای اینکه اربابان اینها یعنی همون اسرائیل و آمریکا و انگلستان و روسیه و فلان اینها به هدفشون برسن و بتونن ایران رو ببلعن، این تیم و این جریان مأموریتش اینه. یعنی در نتیجه تمام صحبتایی که ما توی رستاخیز سیمرغ انجام داده بودیم توسط یک شخصی که خودش رئیس جمهور این رژیم انگل نشان آخوندی بوده و خودش مهره آنوسی هست در داخل جمهوری اسلامی اومد و افشا شد. اما مأموریت پایانی این باند فاسد امنیتی و عوامل حامی و متحد اونها از هم پاشوندن کشور، اون کشور از هم بپاشونن تا شرایط برای بلعیدن کشور توسط قدرت‌های جهانی فراهم‌تر و انجامش راحت‌تر. وقتی احمدی نژاد میاد این صحبت رو میکنه و هدفی که من دارم این ویدیو رو الان از رستاخیز سیمرغ پخش میکنم اینه که ببینید همه این مجموعه جمهوری اسلامی توی یک قطارن و همشون با یک پلتفرم و با یک برنامه دارن جلو میرن، منتها دعوای اینها سر اینه که من تجزیه کنم، من کمک کنم به نابودی ایران یا اون کمک کنه به نابودی ایران، من سهممو بگیرم ایران تجزیه بشه یا اونا سهمشون رو بگیرن ایران تجزیه بشه. این صحبت رو از محمد خاتمی هم شنیده بودید که ایران بهترین نوع حکومت برای ایران نوع فدرالیسمش هست، ما قبلا اسنادش رو نشون دادیم. اما مطلبی که خیلی خیلی مهمه دوستان اینجاست که شما متوجه باید بشید که چرا رستاخیز سیمرغ، من سعید قاسمی یا مهران کمالپور در رستاخیز سیمرغ اینقدر مورد حمله اراذل اوباش در اپوزیسیون هستیم که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکنن. مثلا وقتی احمدی نژاد میگه دار دسته این طیف یا این سپاه پاسداران علی خامنه‌ای و مجموعهش دنبال تجزیه ایران، حتی اصلاح طلبانش دنبال تجزیه ایران هستن، آدمهایی که توی این مسیر در نقش اپوزیسیون دارن نقش بازی میکنن اما کدواژه‌های جمهوری اسلامی رو میگن. مثل چی؟ مثل فدرالیست. مثل چی؟ مثل حقوق ملیت‌های ایران. مثل چی؟ مثل حق استقلال یا نمیدونم خودمختاری، خودگردانی و کوفت و زهرمار. شما تمام اینها که به رستاخیز سیمرغ حمله میکنن از علی ناجوانمردیش بگیرید تا کاوه عثمان زرقندی و اقدس پشکویی و این اراذل اوباش، تمام اینها دارن تو زمینی بازی میکنن که زیر این زمین رو اسرائیل آماده کرده و جمهوری اسلامی داره هزینه‌شو میده برای تجزیه ایران. بسیار بسیار مهمه دوستان، این نکته بسیار مهمه. وقتی خود جمهوری اسلامی مأموریتش تجزیه ایران باشه، شما اینجا متوجه میشید که علی جوانمردی که توی حیات خلوت جمهوری اسلامی یعنی توی اقلیم کردستان داره مبارزه مثلا میکنه اما فدرالیسم رو داره جا میندازه، دقیقاً مأمور جمهوری اسلامی برای تجزیه ایرانه. وقتی میبینید اقدس پشکویی، نوری علا، شریعت مداری، ایکس و ایگرگ میان و صحبت از فدرالیسم میکنن و صحبت از حقوق ملیت های ایران میکنن به اسم اپوزیسیون، شما ببینید که تمام اینها توی شبکه‌ای هستن که این شبکه مدیر و طراحش اسرائیله. چرا؟ چون اسرائیل میخواد به اون اسرائیل بزرگ برسه که در اون لجن‌نامه‌ای به اسم توراتشون که نوشته شده از نیل تا فرات متعلق به اسرائیل هست، که حالا بخشی از ایران هم جزء اون شامل اون میشه، اینا رو میخوان به این جا برسن. یعنی در حقیقت
از سال 57 کشور ما قربانی شد، در گروگان این مافیا گرفته شد که تیکه تیکه بشه. میبینید که همین الان دریای کاسپیان ایران رفت، خلیج فارس واگذار شده به چینی ها و بسیاری اتفاقات دیگه که در آینده بعد از این سیرک نمایشی جمهوری انگرنشان آخوندی شاهد اتفاقات بسیار بسیار وحشتناک خواهیم بود. اینجاست که ملت ایران باید زنگ خطر براشون به صدا در بیاد که باید و باید و باید بازی این مافیای اهریمنی رو به هم بریزن. اگر شما قرار باشه بازی این مافیای اهریمنی رو به هم بریزید، دیگه باید چیزی رو مطرح کنید که کلیت جمهوری اسلامی رو از ریشه بزنید. علی خامنه‌ای که الان ویدیوشو بعد از ویدیو احمدی نژاد خواهید دید، این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض می‌کنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این دو کلمه، همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه. علی خامنه‌ای رسما گفت راز ماندگاری جمهوری اسلامی، یعنی اهریمنی که در ایران هست که قرار ایران رو تجزیه کنه و دنبال تجزیه ایرانه، دو کلمه است: جمهوری و اسلامی. حالا اسلامیش تموم شد، نوبت جمهوریه و این جمهوری در آینده میشه جمهوری فدرال یا جمهوری ایرانی یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری کوفت و زهرمار. منتها ملت ایران باید این بازی رو به هم بزنن. با چه ابزاری؟ با چیزی که کلیت این جمهوری اسلامی رو نشانه بگیره. اونم هیچی نیست جز بازگشت به هویت ملی ایران. بازگشت به هویت ملی ایران هم در قیام‌هایی که در آینده، در اعتراضاتی که در آینده شما شاهدش خواهید بود در ایران، افرادی مانند محمود احمدی نژاد، مانند تاج‌زاده، مانند زیبا کلام و ایکس و ایگرگ و حسن خمینی رو میخوان به عنوان لیدرهای قیام‌های مردمی، به قول معروف یا مخالفان جمهوری اسلامی مطرح کنن، که همون داستان میرحسین موسوی سال 88 پیش بیاد و این قیام ملت سرش به سنگ بخوره. بنابراین ما مردم ایران اگر میخوایم ایرانمون یک پارچه بمونه، اگر میخوایم اسرائیل به نیت پلید خودش که اسرائیل بزرگه توی منطقه نرسه، اگر میخوایم مافیا در ایران شکست بخوره و اگر میخوایم تمامیت ارضی ایران حفظ بشه، ما باید بازی رو در قیام‌های آینده‌ای که رقم خواهد خورد به نفع ملت ایران مصادره کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر جا تجمعی شکل گرفت، هر کجا قیامی شکل گرفت، یک شعار میتونه خواسته ملت رو از خواسته مافیا به صورت شفاف جدا کنه و اون شعار هم هیچی نیست جز جاوید شاه. با جاوید شاه مخالفی، با حکومت پادشاهی مخالفی، مشکلی نیست. شما جاوید شاه رو بگو مافیا رو شکست بده، جمهوری اسلامی رو پایین بکش، بعد مردم میان انتخاب میکنن. شما برو برای نظر خودت تبلیغ کن، اون کسی هم که دنبال پادشاهی مثل ما میری برای نظر خودش تبلیغ میکنه. اما مهم اینه که ما یک سخن واحد بگیم مقابل تمام اون کسایی که از فدرالیست، از جمهوری و در زمین جمهوری اسلامی که دنبال تجزیه ایرانه بازی میکنه، ما بتونیم موضعمون رو مشخص کنیم. این مطالب بسیار بسیار مهم بود. صحبت احمدی نژاد و علی خامنه‌ای رو هم شنیدید و اینو ما همیشه گفتیم، رستاخیز سیمرغ 40 گام جلوتر از بازی‌های مافیا رو میاد مطرح میکنه، 400 قدم جلوتر از مدعیان پوشالی در اپوزیسیونه. این ادعاییه که ثابت شده و میتونید دوستانی که رستاخیز سیمرغ رو دیدن میتونن بیان در موردش شهادت بدن. اونایی هم که ندیدن کافیه توی یوتیوب سرچ کنید رستاخیز سیمرغ، میاد با همین لوگوی آبی که روی کپچر میبینید و میتونید برنامه ها رو اونجا بشینید نگاه کنید. فریب بزرگ خمینی سال 57، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا برای خر کردن ملت ایران بود که اتفاقا 43 سال هم موفق بود. اما رستاخیز سیمرغ اومد و این بازی ها رو به هم زد. نه محمود احمدی نژاد، نه حسن خمینی، نه نمیدونم حسن عباسیش، نه خود خامنه‌ایش، نه حسن روحانیش، نه خاتمیش، هیچ کدوم اینا ایرانی نیستن دوستان.
اینها آنوسی هستن و اینها انیرانی هستن که متاسفانه کشور ما رو به اشغال درآوردن. بنابراین از این موجودات و از این جانوران مثل احمدی نژاد یا اون طیف بغلیشون، از اینها ناجی برای ایران در نمیاد. ملت ایران یک کلمه باید توی قیام ها مطرح و شفاف و بلند اعلام کنن و اون هم بازگشت به هویت ایرانیه. بازگشت به هویت ایرانی هم با این اراذل لوباشی که شما الان توی ویدیو دیدید مثل احمدی نژاد، روحانی و ایکس و ایگرگ میسر نیست. بازگشت به هویت ایران با شعار هویت ملی ایران، یعنی جاوید شاه. پاینده باشید تا بعد.